GG4. سلام علیکم، این پوستر فیلم دو دوسته که قراره تا دقایق دیگه با حضور حمید عسکری اکران خصوصیش تو سینمای عصر جدید تهران برگزار بشه. حمید عسکری نقش یک فیلمه، اسمش هم نیما، نقش خواننده هم بازی نمیکنه. خانم سحر قریشی و الهام حمیدی هم پارتنرایشونن تو کار. این دوتا دوستمونو من خیلی باشون شناخت ندارم که حالا خسرو داره تصویرشونم نشون میده به شما. خیلی چهرهای سینمایی هستن من و فکر میکنم که خیلی به فروش کمک میکنن، ولی ای کاش ما میشناختیمشون این دوستان رو. در صورت حالا در مورد این قضیه هم با حمید عسکری عزیز حتما گفتگو میکنیم. کلی از طرفدارای حمید عسکری اینجا منتظرشن تا حمید بیاد و باهاش به تماشای فیلم دو دوست بشینن، فیلمی که دومین تجربه حمید عسکری در مدیوم سینماست. با ما همراه باشین تا این گزارش جذاب ببینین. فکر میکنم اتفاقای خوبی توش بیفته. مرسی. حمید جان خسته نباشی، ماشاءالله کلی عکس گرفتی و خستم فکر کنم شدی دیگه. از تجربه دو دوست برامون بگو، چقدر نسبت به عشق، شانس، تصادف متفاوت؟ مرسی از شما. و من کم دیر رسیدم، متاسفانه توی ترافیک موندم و تجربه متفاوتیه دیگه. من قبلا هم گفتم کار سینما جدی نیست واسه ما و به عنوان یک فانه بیشتر. همه در مورد نقش توی دو دوست بگو که یعنی هوادار حمید عسکری قراره چی ببینه از حمید، یعنی اسم نقش چیه، چه ویژگی هایی داره؟ اسمم تو فیلم نیماه و یک کار میشه گفت اجتماعیه، میشه گفت یک سوژه عاشقانه است و اولین کاری بود که من جلو دوربین رفتم. خیلی سخت بود، معمولا روزی 15-16 ساعت فیلم برداری و این داستانا برای من خیلی معقوله عجب و غریب بود. 5 صبح بعد از خواب بلند میشدیم هر روز. خیلی سخت بود. همین فکر میکنی چقدر تو گیشه موفق میشه این دو دوست؟ ولت نمیدونم، به نظرم اگه تو این فیلم تایید کننده و کارگردان یه ذره کم میکردن نقش این اقوام و فامیلشون رو توی فیلم و به جاش چند تا بازیگر خوب میذاشتن، کار بهتر از آب در میومد. ولی خب حال سحر قریشی، الهام حمیدی اینا خوب بودن، خانم مهیمن بد نیست. توقعی فکر نمی کنم، توقع بالا نیست از فیلم هایی که نابازیگره که حالا به خاطر حالا شاید هزار یک دلیلی غیر هنری وارد کار شدن به کار لطمه زد. به نظر من لطمه زد. من فیلمو توی محلی که داشتیم کار آهنگسازی میکردیم واسه فیلم در اون حد دیدم، یعنی در واقع اون نهاییشو ندیدم هنوز، با مردم الان قراره ببینیم. و ولی بد نیست به نظرم، چون توقع مردم خودشون میدونن که توقع از کاری که یک خواننده میاد بازی میکنه بالا نخواهد بود. بیشتر من فکر کنم واسه طرفدار من فانه. ادامه کار چی؟ یعنی در سینما رو به خاطر پول ادامه میدی؟ نه به خاطر پول نه، همین الان دو سه تا پیشنهاد دارم. توی یک کار قراره تا چند ماه آینده بازی کنم که نقش یک خواننده رو دارم. سینمایی دوباره؟ سینمایی. و کار تو سینما و بازیگری لطمه نمیزنید تو تمرکز روی موسیقی همین؟ نه نه نه، چون مثلا تمرکز رو سینما ندارم. من داری که فیلم سینمایی بازی میکنی؟ ولی واقعا وقتم همون روزایی که سر فیلم برداری هم وقتم میگیره و سر فیلم صدمه نزن. سلام 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 سلام. آقا بچه بالا و خودتون هم اینجا، حمید عسکری هم اونجا، چرا بچه اون بالاست انقدر؟ هم پارسای ما به حمید عسکری علاقه داره و کنسرتاشو دنبال میکنه، همه آهنگاش هم تقریبا میخونه حفظه، هم دیگه خود ما و خانواده. شما مثلا یک پدر نمونه میدن از این، هم یه پدر نمونه ایرانی ایشونه، پسر رو کرده رو کولش که حمید عسکری هم نزدیک ببینه. واقعا پارسا انقدر دوست داریم عسکری؟ آره. یکی از شعراشون خوب ببینم. یکی از آهنگاشو بخون. عرقی کرده. آره گرمه، باله گرمه. بخون. قسمت نمیشه اینگار، حالا که من شدم تنها تو هم پیشون خالی کن، دارم میمیرم از دوری، بیا اینجا یه کاری کن. آقا واقعا الان سن و سال شما گذشته دیگه خوده؟ نه چرا،
اوکی یعنی اصلا خستن پارسا الان 600 کیلو آقا شونتون نه باشه شما خودتون کدوم آهنگش دوست دارین؟ من اکثر آهنگش رو دوست دارم. ستای جان از این شالت به ما بگو که این میدونی عکس کیه زدی این رو؟ حمید عسکری. خب چرا طرفدارشی؟ چون که خیلی خیلی دوستش دارم. خب چرا؟ میدونم چرا. چون که خیلی خوشگله. و اکی به این نتیجه رسیدی؟ بکنم چند روز پیش یا بکنم یه ماه پیش به این نتیجه رسیدی که خیلی خوشگله. بله. و طرفدارش شد. بله. بعد این چیه دستته؟ گپ کمایی. یعنی چی؟ یعنی کمایی دیگه نمیفهمم یعنی چی. فقط دستت گرفتی؟ گوره کمایی. خب یعنی چی؟ نمیدونم دیگه یعنی چی. خب کدوم آهنگش رو دوست داری؟ سنگ غرور با گریه من. گریه منو بخون دیگه یادم رفته. خب سنگ غرور رو بخون. فکر میکنی کی هستی؟ من امامیم. فکر میکنی چی هستی که با سنگ غرورت قلب منو شکستی؟ تا همجاش بلدم. ولی باز طرفدار حمیدی چون خوشگله. آره. بله این که شما دارید مشاهده میکنید تیشرته، تیشرتی منقش به عکس حمید عسکری که کاور آلبوم خوشبختی بود. ایشون هم که میبینین یکی از هوادارای حمید عسکریه دیگه قاعدتا. سلام. سلام علیکم. آقا در مورد این نقشی که رو پیرنتون زدین توضیح بدید. نقشه عکس آقای عسکریه. الان نگاه کن بگو که من به خاطر حمید عسکری اومدم ساکن تهران شدم بهش نزدیک بشم. واقعا اینجوریه؟ داری خالی میبندی؟ به خدا قسم به عشق حمید فقط اومدم تهران ساکن تهران شدم و اکثر کنسرتاش هم میرم دیگه، حالا تهران باشه شهرستان باشه نشد. حتی عشق همینجوری ادامه داره دیگه، یعنی هرچی هم میبینیش سیر نمیشه. سیر نمیشم. خب باشه، خاطراتی هم که من دارم تو این 10 سال از کنسرتاش این طرف اون طرف خیلیه. چی با حمید عسکری آشنا شدی؟ طرفدارش شد 6 سال 10 سالگی. چند سالگی؟ 10 سالگی. با کدوم آهنگ؟ با آهنگ قسمت. قسمت نمیشه انگار دست تو رو بگیرم. بله آره بخون. آب جوش بیارم برا؟ نه مرسی. قسمت نمیشه انگار دست تو رو بگیرم، برای آخرین بار برای تو بمیرم. آقا در مورد این تیشرت توضیح بده. ما یه طرح جدید کش کردیم بیاندای از زیر کت ایشون، رفتیم گشتیم پیدا کردیم براتون. قشنگ این صافش کن. خب این الان بگو چی به چیه، کدوم عکس هست، چند تا عکسه؟ حدوداً 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 تا عکس. این چیه پر؟ 12 تا عکس. خب چرا اینقدر طرفدار حمید عسکری که این پیرنش هم اینجوری کردی و عکس جا انداختی رو پیرن تو؟ علاقه است دیگه، یه علاقه باشه دیگه. مثلا چرا علاقه است؟ چی حمید عسکری تو خوشت میاد؟ از صداش، رفتار، همه چی. رفتارش دیدی؟ آره. کجا دیدی؟ کنسرت ها، یه جای خاص مثلا. خودت هم من نگر میدارم ها. مثلا حمید عسکری بازیگر خوبی هم هست یا همون خواننده باشه بهتره یا نه بازیگر خوبی باید ادامه بده بازیگری هم؟ تستی جواب نده که. اگه فعالیتش همون چیز بود خوب بود. کجا؟ تو همون چیزی که آره موسیقی که خوب داره پیش میره، موفق هم هست و تو چیزم تو فیلم دو شانسش تصویبا موفق بود به نظر من، ولی من دوست داشتم براش. خب شما رو به دوربین آقای کریمی بایستان دست رو بندن یه جمله به حمید عسکری. دوستش دارم. نه بهش بگو دوستت دارم، امیدوارم موفق بشی.
من هر کاریو که یه خواهش ازت دارم، از گذشتم بچه‌ام نگی، تو هم منو ببخش. هر کسی میتونه برای زندگی آیندهش، کسی که دوست داره انتخاب کنه. هیچ کاری ندارم.